خب سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با لایو گپ و گفت مادرانه شماره 17 در خدمتتون هستم. یه لایوی رو قبل از عید داشتیم که متاسفانه مشکل پیش اومد و توی پیج سیو نشد و با توجه به درخواستایی که شما داشتین تصمیم گرفتم که این موضوع رو مطرح کنم. حالا یه سری نکات دیگه هم بهش اضافه کردم، امیدوارم که براتون مفید باشه. خیلی خوش آمد میگم به همگی، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امروز قراره در مورد این موضوع صحبت کنیم که چطور دست از برنامه‌ریزی‌های وسواسی و برنامه‌ریزی‌های زیاد از حد برداریم و شروع کنیم و عمل کنیم در راستای رسیدن به اهدافمون. موضوع مهمی که این اتفاق برای خود شخص من بارها افتاد توی مقاطع مختلف زندگیم و فکر میکنم نکاتی داشته باشه که به درد همگی بخوره. خب اول از همه قاعدتا فوایدی داره برنامه ریزی که من به عنوان شخصی که حالا یه سری کارهایی رو توی ذهن و دل و قلبم دارم و میخوام اونا رو انجام بدم میرم سمت برنامه ریزی، درسته؟ مثل اینکه باعث میشه افزایش بهره‌وری رو تجربه کنم، باعث میشه استرسم کمتر بشه، باعث میشه حس توانمندی کنم وقتی که برنامه ریزی میکنم. یعنی برنامه‌ریزی کردن و اینکه چقدر این برنامه‌ریزی برامون مفیده، خب قاعدتاً بر کسی پوشیده نیست، اما یه خط باریکی وجود داره بین برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی خوب انجام دادن و برنامه‌ریزی وسواسی. یعنی اگر حواسمون نباشه ممکنه این خط رو رد کنیم و به خودمون بیاییم و ببینیم که داریم فقط برنامه‌ریزی انجام میدیم و عملاً عملی اتفاق نمیفته. نمیدونم شما هم این حس رو تجربه کردین یا نه. برای من، خود من شخصا این اتفاق بارها افتاده و قبل از این شاید من هم می اومدم و بگفتم من به عنوان یک فرد ایدئالگرا این اتفاق برام افتاده، ولی الان ذهنیتم عوض شده و میگم حتی برچسب هم نباید به خودمون بزنیم. ولی خب به عنوان کسی که برنامه‌ریزی رو دوست داشتم و دوست دارم و حس آرامش بهم میده هر بار که این اتفاق برام میفته، این رو تجربه کردم که میام و برنامه‌ریزی می‌کنم برای اهدافم تا مثلا یک سال آینده، تا حداقل 6 ماه 3 ماه آینده، و شروع می‌کنم به کار کردن و شروع می‌کنم به عمل کردن و می‌بینم که اون برنامه‌ریزی به هر دلیلی اتفاق نمی‌افته، نمی‌تونم بهش عمل کنم و بعد روز از نو روزی از نو، یعنی دوباره میشینم برنامه‌ریزی میکنم. و برای خود من که این اتفاق افتاده، به عنوان میگم شخصی که خیلی برنامه‌ریزی رو علاقه دارم و به خودم اومدم دیدم که مثلا شاید روزها دارم فقط برنامه‌ریزی میکنم، یعنی برنامه‌ریزی میکنم خراب میشه، دوباره برنامه‌ریزی میکنم و اصلا از این حس برنامه‌ریزی کردن و این عمل برنامه‌ریزی کردن خوشم میاد و میدونم خیلی ها این حس رو دارن و حس آرامش بهشون میده. حالا چیکار کنیم که توی این تله نیفتیم؟ چیکار کنیم توی تله برنامه‌ریزی وسواسی نیفتیم و بالاخره یه کاری رو در راستای اهدافمون انجام بدیم؟ بعد حتما این نکته رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم بهتون بگم که هممون میدونیم تمام برنامه‌ریزی‌ها، تمام روش‌های برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، هر چیزی که شاید اون بیرون آموزشش وجود داره و ما میتونیم بریم اونا رو یاد بگیریم، اگر ما تمام اونا رو هم یاد بگیریم لزوماً تضمین نمی‌کنه که به اهدافمون برسیم دیگه، اینو میدونیم. و اون چیزی که تضمین می‌کنه تعهد و تلاش خودمونه و اینکه شروع کنیم به کار کردن. حالا بیایم اول ببینیم که کسی که برنامه‌ریزی وسواسی میکنه چه ویژگی هایی داره. شاید تونستیم اون رو بشناسیم و شاید تونستیم با شناختی که از یک شخص که برنامه‌ریزی وسواسی انجام میده متوجه بشیم شاید ما هم داریم این کار رو انجام میدیم و فکری به حالش بکنیم. معمولا این افراد کسایی هن که یا دو تا برچسب به خودشون میزنن، برچسب به ایدئالگرایی یا برچسب به اهمالکاری. این که میگم برچسب میزنن چون واقعا به این ذهنیت رسیدم که اینها برچسبه، یعنی برچسبیه که ما شاید به عنوان بهانه‌ای که میخوایم برای خودمون بیاریم روی خودمون میذاریم، ولی لزوماً من اگر که ایدئالگرا هستم و فکر میکنم که ایدئالگرا هستم، لزوماً میشه گفت شاید اگه برم بررسی کنم از نظر شخصیتی اینجوری نباشم، اما چون شنیدم و میشه گفت مد شده که میگیم متاسفانه من ایدئالگرا هستم و یه مقداری شیکه، شاید اینجوری فکر میکنم و اینو سعی میکنم بهونه کنم. یا اینکه نه، ممکنه هم یه مقداری ایدئالگرا باشم ولی خب دیگه دارم برای خودم بولدش میکنم، همونطور که شما توی کامنت ها میگین. این بعضی هم، یعنی
این گاهی فکرمون این هست که خب هر دو برچسب رو به قول شما داریم، یعنی هم اهمال کاریم هم ایدئالگراییم، ولی خب من میگم شاید اگه بریم بررسی کنیم اینا برچسبایی که داریم به خودمون میزنیم، نقابایی که داریم روی صورتمون میذاریم و خودمون رو محدود میکنیم از اینکه بریم و اون کاری رو که باید انجام بدیم. خب پس این دوتا میشه گفت دوتا منشأ اصلی این برنامه‌ریزی وسواسی است. معمولا افرادی که یا این دوتا برچسب رو به خودشون میزنن و یا یکیشو، یا اینکه تا حدودی مثلا ایدالگر یا اهمال کارن، دچار برنامه‌ریزی وسواسی میشن. و ولی در کل یه سری نشانه ها داره دیگه برنامه‌ریزی وسواسی. کسی که برنامه‌ریزی وسواسی یه سری نشانه های داره. یکی این که وقتی میخواد برای یه کاری پلن کنه، برنامه‌ریزی کنه، میاد تمام سناریوهای ممکنی رو که برای اون اتفاق ممکنه اتفاق بیفته در نظر میگیره، سعی میکنه مثلا همه جانبه فکر کنه و به همه چیز با جزئیات خیلی زیاد فکر کنه، برنامه‌ریزیش بسیار دقیق باشه، تو دی پوینت باشه، خیلی خیلی دقیق باشه و این انقدر وقتش رو، ذهنش رو، قلب و اصلا زمانش رو میگیره که بعد از برنامه‌ریزی کردن حس خستگی، حس کوه کندن به آدم دست میده. چون من خودم تجربه کردم بهتون میگم. دوم این که معمولا افرادی که برنامه‌ریزی وسواسی هستن کسایی هستن که خیلی منتقد خودشونن، یعنی اگر برنامه خوب پیش بره زیاد از خودشون ممنون و متشکر نیستن، چون همش دنبال اینن که کجا مثلا میتونستن بهتر باشن. اگرم برنامه بد پیش بره میگن که من مشکل داشتم، یعنی من اگر که شاید بهتر عمل میکردم این اتفاق نمیافتاد. پس همش دارن خودشونو میخورن، همش دارن به خودشون سرزنش، خودشونو سرزنش میکنن و این افراد معمولا کسایی هستن که دوچار برنامه‌ریزی وسواسی میشن. و حالا اون برچسب ایدئال گرایی هم ممکنه که باعث بشه که اصلا ترس داشته باشن از عمل کردن، یعنی ترجیح بدن توی این محدوده امن خودشون که برنامه ریزی کردن هست. چون برنامه ریزی کردن خیلی چیز لذت بخشیه، یعنی آدم میشینه و برنامه ریزی میکنه، مخصوصا با این تصاویری که این اخیراً حالا توی پینترست و همه جا از برنامه ریزی کردن، پلنرهای زیبا، بولت جورنال های زیبا، قهوه میخوری بعد برنامه ریزی میکنی، این حس خیلی خوب و حس آرامشی به آدم میده دیگه، درسته؟ پس خیلی ترجیح میدن که توی فاز برنامه ریزی بمونن تا اینکه شروع کنن به عمل کردن، شروع کنن به کار کردن. چون وقتی که آدم شروع میکنه یه کار رو بخواد انجام بده، اون موقع است که چالش ها شروع میشه، اون موقع است که باید قدرت مدیریت چالش ها و بحران ها رو داشته باشه، بتونه برنامه‌ریزی منطف داشته باشه و بره جلو. پس اینها نشونه هایی که ما دوچار برنامه‌ریزی وسواسی هستیم. اگر توی فاز برنامه‌ریزی کردن حس خیلی خوبی داریم، راحتیم و نمیخوایم از این فاز بیایم بیرون، احتمالاً ما هم آدمی هستیم که برنامه‌ریزی وسواسی رو داریم تجربه میکنیم. خب حالا چیکار کنیم که این اتفاق به مرور کمتر بشه و ما بتونیم بالاخره شروع کنیم برنامه‌ریزی وسواسی و برنامه‌ریزی بی اثر رو میشه گفت کنار بذاریم و بالاخره شروع کنیم؟ خب همونطور که در اول لایو هم گفتم، بالاخره برنامه‌ریزی خب نکته مهمیه، یعنی مثل یه راه، در واقع مثل یک مسیر راه میمونه دیگه. ما میخوایم به یه هدفی برسیم و با برنامه عملا میشه گفت یه درفتی از راهمون، یه مسیری پیش رومون رو میتونیم تصویر کنیم، بگیم که از این مسیر من میخوام برم، نه از اون یکی مسیر. اما مشکل اونجایی پیدا میشه که من میخوام تمام جزئیات این مسیر رو برای خودم ترسیم کنم، یعنی بگم که آسفالتش این شکلی باشه، آسفالتش رنگش این باشه، خطای آسفالت مثلا اینجا سفید باشه، اونجاش نارنجی باشه، و میخوام به تمام اینا فکر کنم و بعد وارد مسیر رسیدن به هدفم بشم. مشکل اینجا هست، مگر خود برنامه‌ریزی کردن بسیار میتونه اثر بخش باشه و اتفاقا انگیزه بده به آدم که کار رو بکنه. خب چی کار کنیم که این اتفاق برامون نیفته؟ اول از همه خب من یه هدفی رو تو ذهنمه یا مجموعی از اهداف تو ذهنم که میخوام براش برنامه‌ریزی کنم دیگه، اولین کاری که باید بکنم اینه که اون چرایی پشت هدفم رو بدونم. درسته ممکنه این یه مقدار کلیشه‌ای به نظر بیاد، اما
واقعیتش اینه که من اگر که ندونم دقیقا یه کاری رو برای چی دارم انجام میدم، بهترین برنامه رو هم بریزم، بهترین شرایطم برام فراهم باشه و من شروع کنم به کار کردن، برنامه هم اتفاقا خیلی خوب ریخته باشم و متناسب با شرایط زندگیم باشه، باز هم انگیزم رو از دست میدم و باعث میشه که توی طی مسیر انگیزم رو از دست بدم و در واقع ناامید بشم و بخوام دوباره بیام از تو مسیر بیرون. مثل اینکه سوار یه ماشینم توی جاده آسفالت دارم میرم و بعد میزنم کنار، حالا زدم کنار میخوام دوباره ببینم که حالا شروع کنم شروع نکنم و توی این تله دوباره میفتم. اون چیزی که باعث میشه که ما شاید توی مسیر ادامه بدیم و کمتر کم بیاریم اینه که خب چرایی پشت هدفمون بدونم. حتی مثلا اگر که هدف من دادن امتحان آیلتس، مثال همیشگی من دیگه، امتحان آیلتس میخوام بدم، هدفم چیه پشتش؟ هدف من چیه پشتش؟ هدف من مثلا مهاجرت کردنه، چرا مهاجرت میخوام بکنم؟ چقدر اون هدف برای من مهمه؟ اون موقع است که شاید کمتر کم بیارم، کمتر از تو مسیر خارج بشم و دوباره بخوام برم و برنامه‌ریزی وسواسی انجام بدم. پس این مورد اول بود. دومین مورد این که ما گاهی برنامه‌ریزیمون انقدر بلند مدت میبندیم، یعنی بلند مدت که میگم بلند مسیر رو میبینیم، که گاهی اصلا دیگه میترسیم وارد اون مسیر بشیم. یعنی من میخوام برنامه مثلا نمیدونم آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد رو ببندم، مثلا سال دیگه امتحان دارم و از الان میام با تمام جزئیات برای یک سال آینده برنامه‌ریزی میکنم و بعد برنامه رو که میبینم مثلا دیگه میترسم که بخوام واردش بشم، چون میگم چقدر مسیر دارم تا برسم به اونجا. ولی من میگم بیایم و برای اینکه فقط شروع کنیم و به کارمون، یعنی عملا شروع کنیم و در راستای اهدافمون یک کار رو انجام بدیم، بیایم یک قسمتی از اون هدفمون رو در نظر بگیریم برای یک هفته پیش رومون، برای یک مدت زمان محدود پیش رومون که زمان مشخص هم داره، براش برنامه‌ریزی کنیم و شاید بعد از اون بیایم تصمیم بگیریم که میخوایم اون با اون هدف چیکار کنیم، میخوایم با اون برنامه چیکار کنیم. پس به قول انگلیسی ها start small، کوچیک شروع کنیم، قدمای کوچیک برداریم، کوچیک فکر کنیم فعلا و بیایم برای یک هفته آینده زمان ایدئالیه یک برنامه بریزیم در راستای اون هدفی که داریم انجامش بدیم، چون حس موفقیت بعد از انجام کارهایی که برای خودمون تعریف کردیم حس خیلی خوبیه، میتونه جایگزین حس آرامشی که بعد از برنامه‌ریزی داریم بشه، چون اون حس آرامش بعد از برنامه‌ریزی یه حسیه که میشه گفت اعتیادآوره. من خودم بالاخره تجربهش کردم و تجربه میکنم، حسیه که آدم دوست داره هی برنامه‌ریزی کنه. ولی خب من میگم بیایم این حس رو جایگزین کنیم با حس انجام دادن کارهای واقع بینانه ای که برای خودمون تعریف کردیم و قابل انجامم هست برای ما. نکته بعدی این هست که حتما حتما باید برنامه‌ریزیمون انعطاف پذیر باشه، روش برنامه‌ریزیمون انعطاف پذیر باشه، برنامه‌ای که داریم در نظر می‌گیریم برای رسیدن به اون هدفمون منعطف باشه. اگر من یه برنامه خیلی ایده‌آلم بریزم ولی شروع کنم ببینم که بخوام انجامش بدم یه اتفاق غیرمنتظره تو زندگیم بیفته و اون برنامه کلا بره رو هوا، پس اون روش دوچار مشکله، اون روش ضامن شکست من میشه، یعنی من هیچ موقع نمیتونم با اون به نتیجه برسم. پس دنبال این باشم که روش‌های بهتری بگیرم. نکته بعدی این که حتما حواسم باشه، حالا این میشه گفت با نکته اولمون در ارتباطه، حتما حواسم باشه که اهدافمو بشکنم به اهداف کوچیک و درسته توی قسمتی که ما میخوایم رویا پردازی کنیم میگیم بزرگ فکر کنیم بیایم همه اهداف آرزوهامون رو ببینیم، ولی وقتی میخوایم شروع کنیم به عمل کردن باید اتفاقا کوچیک ببینیم، بعد اون هدف بزرگمون رو تبدیل کنیم به یه هدف خیلی کوچیک و اون رو شروع کنیم و انجام بدیم و قبل از اینکه حتی حس کنیم آماده هستیم، من میگم حتی قبل از اینکه فکر کنید شما 100% آماده اید و برنامه دارید برای یک هفتهتون، شروع کنید یه سری کارا رو انجام بدید و بعد به مرور این برنامه‌ریزی کردن، چون باید با ارزیابی خودمون همراه باشه تا حالا تو این روشی که من همیشه توصیه میکنم، میتونه به مرور به روش حتی برنامه‌ریزی خوب، به روشی که ما بتونیم باهاش زندگیمون رو مدیریت کنیم ختم بشه. نکته بعدی این هست که وقتی که یه هدف کوتاه مدت برای خودمون تعریف کردیم که بریم در راستای اون هدف بزرگمون بهش برسیم، بین این مسیر کوتاهی که داریم دیگه
کم نیاریم، یعنی دیگه به خودمون قول بدیم که من این مسیر کوتاه رو دیگه میخوام برم، بعد از این مسیر کوتاه میخوام وایسم و دوباره ببینم کجای کارم. یعنی فکر کنید شما توی یک مسیر خیلی بلند دارید میرید و میگید که من الان توی مسیر تو جاده که دارید میرید از کنار یه درخت دارید رد میشید، بگید من حداقل تا 5 6 تا درخت بعدی رو میرم، سر اون درخت دوباره وای میسم و به کارام فکر میکنم و ببینم که کجای کار هستم. حداقل به یک مسیر کوتاه متعهد باشیم و فارغ از این که چقدر موفقیم توی مسیرمون، توی این مسیر کوتاه ادامه بدیم و اینو تمرین کنیم. گاهی اوقات ما اصلا این تمرین رو، تمرین تعهد و تداوم رو نداریم، ولی تمرین تعهد و تداوم گاهی باید خیلی کوتاه مدت و توی تمرین‌های کوتاه کوتاه اتفاق بیفته تا ما بتونیم در بلند مدت این کار رو انجام بدیم. نکته بعدی که به نظر من مهمه، خب اولویت بندی کارامونه. اولویت بندی بر دوباره اهمیتش رو هیچ کس نمیتونه نفی کنه که چقدر اهمیت داره و شاید هیچ کس هم مثل یک مامان، مثل یک خانومی که شاید مثلا نقشای مختلف داره، این رو درک نکنه که چقدر زمان ارزشمنده، چون بالاخره ما نقش‌های مختلف داریم، کارهای مختلف داریم متناسب با اونها، و اگر این زمان ارزشمندمون رو بیایم بذاریم روی کارهایی که کم اهمیتن و نتیجه برامون ندارن، خب میشه عملاً یعنی انگار باختیم دیگه. پس اولویت بندی رو تو کارمون در نظر بگیریم. اگه یه لیست 100 تایی از کارها داریم، اون 100 تا اولویت نداره دیگه، قاعدتاً 3 تاش اولویت داره، 10 تاش اولویت داره. شورت لیست درست کنیم، برسیم به اون کارهایی که اولویت داره و فقط برای اونا برنامه‌ریزی کنیم. و یک نکته دیگه که همیشه سعی کنیم به این موضوع باز باشیم، هم البته اگر که روشمون انعطاف پذیر باشه توی برنامه‌ریزی این اتفاق خواهد افتاد، اما بیایم یکم ذهنیتمون رو تغییر بدیم. برنامه‌ریزی کردن به این معنی نیست که من 100% باید به برنامه‌ام عمل کنم. برنامه‌ریزی کردن قراره به من یک مسیر روشنی رو بده. انگار شما دارید توی شب توی جاده رانندگی می‌کنید، اگر چراغش روشن نباشه خب به سختی رانندگی می‌کنید. برنامه‌ریزی کردن اون چراغ روشنه، چراغ روشنه که مسیر رو به ما نشون میده. اما اینکه ما چقدر توی مسیر با موفقیت بعد به مقصدمون که میخوایم برسیم، چیزای دیگه هم توش تاثیرگذاره دیگه. اون ماشینی که سوارشیم چقدر تاثیرگذاره، بحث چرخ زندگی و اینها که بهتون گفتم، اون میزان توانمندی ما توی روندن اون ماشین تاثیرگذاره. پس با برنامه‌ریزی چراغ راهمون رو روشن میکنیم، اما میدونیم که من دارم توی مسیر میرم، ممکنه یه جاده در دست تعمیر باشه، من قاعدتاً باید بایستم، ممکنه یه اتفاقی توی زندگیم بیفته که من نتونم پیش بینیش کنم و این اتفاق برای زندگی مامان هم بیشتر از همه میفته. یعنی خدای نکرده بچه های ما یه سرماخوردگی کوچیک رو تجربه کنن، روی زندگی ما تأثیر میذاره. پس چرا من از خودم توقع دارم که برنامه‌ریزی که انجام میدم 100% به نتیجه برسه؟ این رو هم بیام و ذهنیتم رو تغییر بدم، بگم که من با برنامه‌ریزی چراغ راه رسیدن به هدفم رو روشن میکنم، اما میدونم توی جاده ممکنه اتفاقات دیگه هم بیفته و اگر این اتفاق افتاد دیگه خودخوری نمی کنم، دیگه خودم رو اذیت نمی کنم و خودم رو سرزنش نمی کنم. نکته آخرم که دوست دارم بهتون بگم، ببخشید یه مقدار لایف طولانی شد، بعد بریم لایف انگلیسی هم داشته باشیم. نکته آخرم این هست که بیایم تمرین کنیم از خودمون قدردانی کنیم و تشکر جانانه کنیم، به خاطر حتی اتفاقات کوچیکی که توی هفته ما برنامه‌ریزی کردیم و بهش رسیدیم. حتی اگر که من یه لیست 100 تایی از کارها داشتم، براش برنامه‌ریزی کردم، اولویت بندی کردم، 10 تا شد مثلا اولویت بالا و من به یه دونه از اونها رسیدم، این قاعدتا خیلی بهتر از این هست که من هیچ کدوم از اونا رو انجام نداده باشم دیگه. تمرین کنیم، از خودمون تشکر کنیم، قدردانی کنیم و من باز توصیه میکنم، توی لایوهای دیگه هم گفته بودم که بیایم یه قرار هفتگی با خودمون داشته باشیم، توی اون قرار هفتگی زندگیمون رو توی هفته گذشته ارزیابی کنیم، ببینیم چه کارایی کردیم و نه به دید سرزنش خودمون، بلکه به دید اینکه خب من کجاها رو میتونم بهبود بدم و از خودم هم تشکر کنم و قدردانی کنم به خاطر زحماتی که توی یک هفته گذشته کشیدم و این رو بکنم روتین زندگی. مطمئن باشید که انگیزه بیشتری میگیرم، چون گاهی اوقات ما منتظر هستیم که از بیرون ما انگیزه بیاد، از بیرون ما روش خوب بیاد، از بیرون ما مثلا همه اتفاقات خوب بیفته، ولی خب گاهی شاید حواسمون به این موضوع نیست که همه چیز برمیگرده به خودمون. امیدوارم که حالا این موضوعاتی که گفتم، مطرح کردم توی لایو، برای شما مفید بوده باشه.
میدونم که یه مقداری مطالب رو سریع گفتم چون باید لایوهای مامتاکمون کوتاه باشه، عملا میشه گفت ذهن شما رو قلقلک میدم که روی ذهنیت هامون بیایم کار کنیم. میتونیم بیشتر در مورد این موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم. اگر نکته ای کامنتی داشته باشید میتونید توی دایرکت به من بگید. و یک نکته ای که میخوام بهتون بگم، پادکست مامانست از هفته آینده دوباره فصل سومش میاد. من اپیزودهایی رو میدم و توی پادکست گفتم که دوست دارم نظرات شما و سوالاتی که دارید توی هر زمینه ای بشنوم که بتونم که قرار از این به بعد دو تا اپیزود در هفته داشته باشیم که یکی از اپیزودها جواب سوالات شما هست. پس اگر که سوالی دارید از من در قالب وایس بهم بدید که من بتونم توی پادکست پاسخگوی سوالات شما باشم. و فکر میکنم این به نوعی بازآفرینی این فرهنگه که میگم به رشد همدیگه اهمیت بدیم، چون اگر شما سوالی داشته باشین و اون رو با هم در میون بذارید من میتونم ازش استفاده کنم، جوابش قطعا به درد خیلی های دیگه میخوره. پس این کار رو در نظر داشته باشید. و دوم هم که امروز ورکشاپی رو داریم در راستای ورکشاپ هفته گذشته که طراحی بهترین دست‌یافتنی خودم بود، این هفته دستیابی به بهترین خودم هست. قرار در مورد تکنیک‌های مدیریت زمان، اینکه چطور عملی برنامه‌مون رو زندگی کنیم در راستای اهدافمون صحبت کنیم. فکر می‌کنم ورکشاپ جذابی باشه. کسانی که توی لایو تشریف دارن و ثبت نام نکردن، اگر که تمایل داشتین به دایرکت پیام بدین تا کد تخفیفی رو بهتون بدیم که بتونید توی لایو توی ورکشاپ امروز شرکت کنید. خیلی خوشحال شدم از صحبت با همگی. اگر مایل باشید توی لایو پیج انگلیسی در خدمتتون هستم. خدا نگهدارتون. متشکرم، خیلی متشکرم. زنده باشید و خدا نگهدار.